من محمدم، دوستان به میگن جف. توی روم زندگی میکنم، 23 سالمه و فوق لیسانس دارم میخونم طراحی محصول. من یه گیتاری داشتم که سیگنچر جف دومیز بود، گیتاریستی آمریکاییه که بهم میگفتن حالا جف، تو جفی. موسیقی رو وقتی که هنرستان بودم شروع کردم. دوم هنرستان بودم که سر کلاس بودیم و استادمون از ما پرسید که کدوماتون ساز میزنید و همه دستشون بالا بود جز من، و من اینجوری بودم که خب باید این کاری بکنم دیگه. خلاصه رفتم خونه گفتم پدر باید ساز بخرم. توی گروه دانشگاه ساپینزا هستم الان در حال حاضر، یه گروه راک بلوز و تجربه اجرای لایف زیاد داشتم. برای این تو دوایس شرکت کردم که دیده بشم. برایش باید دروغ بگم، چه استیجی بهتر از دوایس؟ میلیون ها نفر آدم میبینن. اگر فکر نمی کردم به فینال برسم نمیمدم شرکت نمی کردم اصلا. من میرسم. باید شکستنی تر از گل، ای خود قصه رفتن تو باید بسازی با من، تو باید مثل بیابون شر انتظار بدونی عبر تو هرچی که باشه بازم عاشقش بمونی. تو باید مثل یه بیشه پای این ساقه بشینی زیر دستای زمستون گریه کردن و ببینی. برای درب دری ها تو میتونی خونه باشی، برای چراغ خونه نور آشیونه باشی. اگه مثل حرف سلام. های. عزیز دل، اسم درود. چیه؟ جف. میتونم بپرسم چند سالته؟ 23. از کدوم کشور هستی؟ ایتالی، روم. خیلی سخته که بهت بگم، اما میخوام سعی بکنم توضیح بدم. میدونی میخوای چی کار کنی؟ هدف داری؟ درست. هدف درسته، میفهمم چی کار میخوای بکنی. میخوام به یه جایی برسه ایشالا که ادای اون تکنیک رو در نیاری. باید به یه جوری باشه که با صدایت به صدای تو بشینه و طبیعی باشه. دمت گرم عزیز. yes. دلی متشکرم. جف واقعا مرسی. همش داشتم فکر میکردم وای یه چیزی این وسط گم شده. آره در صورتی که حالا نظرها میتونه متفاوت باشه، من نمیتونم بگم نظر کامیار اشتباهه، نه، اونا نظر خودشو از روی چیزی که شنیده داره میگه، ولی من تحلیلاتو دوست داشتم. این منحصر به فرد بودن که اون داریش واقعا. یه سوال ازت دارم، واقعا جدی شوخی نیستش. خب. چون میدونم خیلی از ایشون تعریف کردی و گفتی اتفاقا تحلیلاشو دوست داشتم، من واقعا میخوام از طرف خودم و از طرف ایشون بپرسم واسه چی برنگشتی؟ خب کسایی که اینجا وای میستن و نظرم من اینجا وایستاده بودم واقعا. میدونی جف، من دقیقا جای تو بودم و میدونم که
چه حس و حالی داری، اوکی؟ و به هر حال استرس ها هست، هماهنگی هایی که توی ذهنت به همه چیز داری فکر میکنی، اینا دارم درست میخونم، این داره درست میزنه، کسی برگرده، کسی برنگرده. من گفتم من داشتم یه زمان 15 سال پیش توی دوایس آلمان اجرا میکردم، میگم صدام اینه موش شد، یا گفتم فکر کن صدای من که خیلی صدای بیسی هستش، یه ها اینجوری شد سوگن داری چی کار میکنی؟ آره دیگه هیجانه، این حجم از هیجانت رو درک میکنم. میگم من ببین من باید یه ترقهی به قول معروف برام بزنه، اون نزد جرقه 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 خدایا بعضی وقتا با خیلی اعتماد به نفس فارس و صافه من خوشم میاد، معروفم خیلی کلمه جدیده به خدا در تمام سعیمو میکنم، ولی من فکر میکنم سن این نازنینم خیلی مهمه، خیلی جوانه. بله میدونی من میگم سبکی رو که انتخاب کردی خیلی دوست داشتم، یه سبک متفاوت بود و خیلی مدرن بود، خیلی دوست داشتم، فقط به قول کامیار جان باید یه مقداری پخته تر بشه، باید بیشتر روش کار کنی که جا بیفته توی صداد این سبکیت که داری. ای حریر بی ترنم شکفتنی تر از گل، این آهنگ مورد علاقه من بود از مارتی که دوست بسیار خوب منم هست، بسیار آهنگ نازنین خوبیه. تو چرا این آهنگ انتخاب کردی پسر؟ تو صدات اصلا کاملا یه جا دیگه میره، حواستو خیلی جمع کن، اون چیزی رو که باید انتخاب کنی انتخاب کنی، خیلی مهمه، خیلی مهمه. انتخاب من آهنگ. لیلا کامیار سوگن هر کدوم اگه انتخاب غلط بکنیم ضربه میزنیم به خودمون، مهم نیست چقدر مشهوریم یا چقدر محبوبیم، ضربه این خیلی مهمه. بسیار خوشحال شدم دیدمت، امیدوارم بازم ببینمت، آرزوی موفقیت میکنم. دوستتون دارم. مرسی جم، کراواتت هم هستن همون سبک خودتو ادامه بده، اما حرفه‌ای برو جلو، همون سبکی که دوست داری با تکنیک درست، به خدا میگم. خیلی نکته خوبی گفتی. سلام. سلام جف عزیز، خسته نباشی. مرسی. خوشحالم میبینم. منم تو. ما اینجا این با علی دوست گرامی شما. سلام علی. خوبی؟ سلام چطوری؟ دیدی اجرا رو؟ اجرات واقعا خوب بود. آره یه جمله هست یه بزرگی میگه که بزرگترین موفقیت ها از این آزادیه، این آزادی که به خودت میدی که شکست بخوری میاد زاده میشه، که من به نظرم بهش ایمان دارم. خود میدونی من شکست بزرگتر از این خوردم، این شوخیه. برای خوشحالم که همچی روحیه خوب مصمم پر از انرژی مثبت داری و خوشحال شدم باهات صحبت کردم و بازم همدیگه رو خواهیم دید انشاءالله. قربون تو برم. قربون تو عزیزم، خداحافظ. قربون شما، شب و روزتون. من یه چیزی فقط میخواستم بگم، اون سوالی که از سوگن جون، چون میدونم که منو با یه نگاه شیطون کردن، اما یه چیزی میخوام صادقانه بگم، دیدم تعریف ازت میکنی و واقعا احساساتی شدم، منظوری بد نداشتم. آره آره واقعا میخواستم بگم پس به نظر چی کم بود؟ آره چرا برنگه؟ کلک نکرد دیگه اون ترقه. نه میخواستم، آره یعنی اگه اینجوری گفتم نمیخواستم چالشت ترقه، نمیخواستم چالنجت کنم، منظورم که مثلا ناراحت شی، میخواستم واقعا ببینم پس چرا برنگشتی؟ چون می‌خواستم خب این دفعه رو می‌بخشه دیگه تکرارش. نه 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 اتفاقا مشخص بود از صورتش که داره. نه واقعا می‌خواستم بدونم، مشخص مشخص بود که خیلی صادقانه داری این حرفو. آره واقعا خب من الان که خندم گرفتم، حرف درسته، این تفلکی مونده چی جواب بده، چون حرف درست بود. نه آخه ببینی اسم منم گفت، اتفاقا من همه چی رو دوست داشتم و اینجا گفتم خب پس برگرد دیگه. خیلی اصلا داشتم صدای تو رو میشیدم واقعا. بابا این راک بود. نه ولی خیلی صدا داشت، صدای من غربی بودنشو میفهمم، اما من دارم راجع به صدا صحبت میکنم، اگه راجع به صدا میگه درست میگه، متو نمیتونه خوب بیان کنه، راست میگه، راست میگه، افت و خیزهاش مثل صدای تو بود. آره بچا شروع شد، بریم بشینیم. آره بریم بشینیم، بریم بشینیم. برای I love you.